آقای خامنه‌ای باید یک نیروی در ایران داشته باشه که با این نیروها در امریکا بتونه کار کنه. اون نیرویی که الان دولت رو درست کرده، اون نیرو هیچ رابطه ای با این نیرویی که در خارج الان سر کاره نه که نداره، دشمن همه. دکتر، ما تقریبا توی دستگاه دیپلماسیمون از اول انقلاب هر وقت چه در موضع برتری بودیم چه در موضع ضعف بودیم، دستگاه دیپلماسی ما خرابکاری کردیم. یک واقعیت، یعنی در دهه 90 هم که رفتن با کلینتون کار کردن، بعدش هم با اوباما کار کردن و کلا یک گروهی کنترات برداشتن دیپلماسی رو دیگه، که آقای ظریف و این تیم هستن و اصلا کسی هم ران ندادن. این یک واقعیت در داخل ایران. اما یک نکته دیگه هم هست، اینه که دولت فعلی دولت اصلا گسیخته‌ایه به نظرم. حالا اسمش وفاق هست ولی خیلی بی سر و ته. شما اصلا نمی‌فهمید که مثلا ایدهش چیه، هیچ ایده مرکزی نداره و این هم فرصت هم تهدید. از این منظر فرصتی که دیگه اون تیم تسلط نداره، از این منظر تهدیدی که ما جایگزینم نساختیم. اگر شما بخواید یه ذره عملیاتی تر توصیه کنید، توصیه چیکار می‌کنید؟ مثلا شورای عالی امنیت ملی مذاکره کنه، چون عملی یادم بی عنوان نمیتونه، کار در نمیاد، حداقل ساختار سیاسی ما اجازه نمیده. این کسی که عنوان خاصی نداره بیاد بشه هد. دبیرخانه قبلا مسئول بود، متأخر خب بالا آدمای چیزی بودن، آدم مختلفی بودن، چه روحانی بود چه کسی دیگه بودن. از دستگاه وزارت خارجه که بر نمیاد، دبیرخانه کار میتونه بکنه دوباره؟ مهلن خانم، آره من اعتقاد دارم دبیرخونه شورای امنیت ملی میتونه این کارو بکنه. رئیس شورا هم یه سردار سپاهه و در واقع میتونه از طریق این دبیرخانه یک نیروی درون سپاه رو فعال کنه تو روابط بین الملل، یعنی در مشخصا در رابطه با اسرائیل، امریکا. و خب یک سری آدم های غیر نظامی هم هستن که میتونن در این کار فعال و همکاری بکنن. یه عده‌شون تو داخل ایرانن، یه عده‌شون خارجن. من آقای خرازی رو قبول دارم. من فکر کنم که مثلا یک اتحادی، یعنی آقای خرازی با شورای ملی امنیت ملی با بخشی از نظامی های وطن پرست انقلابی یه تیم میتونه درست بکنه، تیم مذاکره، که حتی از وزارت امور خارجه هم میشه استفاده کرد. همه تو وزارت امور خارجه ساعت چیز نیستن، خائن نیستن، یه عده‌ای هم توشون هستن که با بازی گرفته نمیشن ولی اونجا هستن. این نیرو رو هم باید یواش یواش آورد وسط. یعنی تو ما داریم دیگه، ما توی الان نیروهای زیادی داریم در ایران. و ببین یاد باشه آقای جلیلی 14 میلیون رأی آورد. اینا کجان؟ یعنی از این 14 میلیون تو 100 نفر نمیتونی پیدا کنی که لیاقت مذاکره داشته باشن، یا آدم درستی باشن، وطن پرست باشن و انقلابی باشن، برای ایران برن اونجا بشینن، میدونی جونشونو بذارن رو میز. پس حتما هستن. خب معنیش اینه که آدمی مثل آقای جلیلی که اومد همه اینا رو آورد، بعدم همه اینا رو فشل کرده. متاسفانه من همیشه میگم مشکل ما با ضد انقلاب نیست تو ایران، ما با انقلابیون مسئله داریم. طرف 14 میلیون رأی آورده، 14 نفر رو نمیتونه تو خیابون بیاره. چیز عجیبیه جلیلی. بله چیز عجیبیه واقعا، خودش معما. بله، برای اینکه آقای جلیلی متاسفانه یه چیزی بهتون بگم، من اینو میگم، میدونم نمیدونم توجه میکنی یا نه. زمان شاه، من جوان زمان شاه، ما در ایران، در بزرگای ایران دو دسته بودن که دوربر شاه بودن. یه عده فقط کاسلیس بودن، هر چی شاه میکرد بد یا خوب فرقی نمیکرد، شاه درست بود، هر کاری که شاه میکرد درست بود، تمام حرفای شاه قبول بود، هیچ چالشی متوجه شاه از طرف اینا نبود. و یه گروه دومی هم بودن که تعداد کمی بودن و شاه رو به چالش میکشیدن، هزینه هم میدادن، بیرون میرفت، دو ارتش بود، اخراج میشد، توی وزارتخونه بود، ولی چالش میکردن. تاریخ نشون داد که اون دسته دوم که شاه را چالش میکرد درست میگفت. گروه اول که هر چیزی رو که شاه میکرد در بس میپذیرفت، نه فقط اشتباه میکرد که باعث سرنگونی شاه شد.
امروز هم ما یه وضعیت دقیقی دقیقاً همون رو داریم در رابطه با آقای خامنه ای. در رابطه با آقای خامنه ای ما در ایران دو تا نیرو داریم اون بالا، یه عده فقط چاپلوس و کاسلیس و بله بله قربانگو هست. مهم هم نیست اسمشو بذاری انقلابی یا ضد انقلاب یا اصلاح طلب یا اصولگرا، یه عده هستن که هرچی آقای خامنه ای بکنه و بگه و تصمیم بگیره در جا درسته، هیچ چالشی متوجه ایشون نیست. و اما یه نیروی دیگه هم هست گاه گاه این بر اون بر چالش میکشه آقای خامنه ای رو. چالش نه که مخالفت، نه خدای نکرده بحث براندازی نیست، چالش یعنی تو میگی من این کار رو بکنیم، اون میگه نه آقای حاج آقا این کار بهتره. بنده اعتقاد دارم این نیروی دوم باید الان تو ایران شکل بگیره. متاسفانه آدمی مثل آقای جلیلی و مثل آقای زاکانی و نمیدونم کی و کی که به عنوان نیروهای انقلاب معروف شدن، اینا از همون دسته اولن، یعنی همونایی هم که هرچی آقای خامنه‌ای میگه درسته. آقای پزشکی هم باید رئیس جمهور بشه، آره درسته. نمیدونم فرانچی بشه، درسته. ظریف باید بیاد، درسته. فرانچ نه، من فکر کنم یک نیروی باید بیاد. به نظر من این نیرو هم برای ایران خوبه، هم برای آقای خامنه‌ای خوبه، هم برای نظام. یه نیروی باید بیاد یواش یواش بالا که تصمیمات آقای خامنه‌ای رو با دقت نگاه کنه، به چالش بکشه آقای خامنه‌ای رو. دکتر فکر نمی کنید که وزن جریان اصلاحات رو کم داری در نظر می گیرید؟ چون رهبری خب طبیعتاً وزن مشخصی داره، حالا کم و زیاد، ولی به نظر میاد که جریان اصلاحات به نظرم شاید مؤثرترین جریان بوده. مجموعه کسب کارگزاران سازندگی با جریان دوم خرداد و غیره، یعنی ما بهره توان تحمیل نظراتشون رو داشتن دیگه خیلی وقت. بله بنده اعتقاد دارم اصلاح طلبا به اعتدالیون هیچ قدرتی تو ایران نیستن، قدرتشون صفره. آقای خامنه‌ای تو همین انتخابات قبلی خیلی ساده به شورای نگهبان میگفت تو آقای پزشکیان هم رده، دومش خب شرکت نمیکردن تو انتخابات دیگه، جلیلی رئیس جمهور میشد. مثال دارم میزنم. ببینید من اعتقاد دارم در ایران قدرت به قدری به اصطلاح متمرکز شده که هیچ نیروی قدرت نداره، هیچ فردی قدرت نداره. خب یه حلقه به اصطلاح حلقه قدرت در ایران از حلقه های مختلف درست شده، یه حلقه وسطه که این در رأسش آقای خامنه ای با یه در روحانیون هستند، بعد حلقه دوم قدرته که مثلا وزرا یا آدم های نزدیک به اونان، و حلقه سوم معاونین اینا، و بالاخره میرسه به حلقه مردم که هیچ کارن. نکته که من دارم اینه که این که میگن آقای خامنه‌ای مجبور به اصلاح طلبا امتیاز بده برای اینکه اینا قوی هن، برای اینکه اینا مردم رو دارن، بنده فکر کنم این حرف خود اصلاح طلبا سرهم کردن که اینا دارن یک جوری، بله اینا کار خودشونه. همه اصلاح طلبا همین که میگه الان داشتی میگفتی دولت آقا هیچ پولی نداره، این دروغ اصلاح طلبیه. برای اینکه میخواد بگه چون ما پول نداریم، حالا که اون دون پاشیده میشه بیافتیم دنبالش بگیریمش. صادرات نفت الان شده 2,500,000 بشکه آخرین آمار. تموم شد. یعنی چقدر پوله؟ کلی پوله. مالیات داره، اونو داره، پتروشیمی رو داره. ایران همین الان این دولت از دولت احمدی نژاد که بیشترین درآمد نفتی رو داشت بیشتر درآمد داره. بله دروغ میگن. این شارلاتان هم میمدن میگفتن احمدی نژاد 100 میلیارد دلار پول داشت، اینو چه کار کرد؟ نمیگن الان این دولت 120 میلیارد دلار داره که داره چه کار میکنه و شب و روزم داره میگه من پول ندارم. ببینید آمار نگاه کنید، دروغ میگن، شارلاتانه. در مورد آقای خامنه ای هم این که آقای خامنه ای چیز مجبور ما را قبول کنه چون ما مردم ها داریم، این دروغه، این دروغه. این اصلاح طلب ها هیچ کی رو ندارن. اصلاح طلب ها که آقای خامنه ای نبودن دیگه هرگز به قدرت بر نمی گشتن، تموم شده بودن. آقای خامنه ای اینا رو برگردوند. مردم با آقای ظریف رأی دادن، مردم با آقای عراقچی رأی دادن،
حالا پزشکیان رأی دادن. خود آقای پزشکیان گفت کابینه رو بردن پیش آقای خامنه ای، همه رو قبول کرد، مخصوصا عراقچی رو. حالا عراقچی کیه؟ حالا من کار ندارم، عراقچی دوست منه، خدای نکرده نمیخوام علیه شرط بزنم، آدم خوبی هم بس، اما عراقچی کسیه که گفتن چیز مذاکره کننده برجام دیگه، برجامی که تماما ضرر داشت. تو ببین کسی رو که صدمه زده به کشور ترفیح میدی بهش، یعنی از مذاکره کننده هستی میبریش وزیر میکنی. خب اینو کی میکنه؟ شخص آقای خامنه ای. ببین من دارم چالش میکنم، چالش میکشم برای اینکه کسی دیگه اونجا نیست. آقای جلیلی 14 میلیون رأی داره، 14 نفر آدمو تو خیابون نمیاره که بگه آقا این وضع چیه، این دروغ ها چیه، اصلا کجاست این آقای جلیلی که تا همین چندی پیش 14 میلیون مردم رو سر کار گذاشت. 14 میلیون رو سر کار میذارن اینا، اون ساکانی، اون آقای نبرانی، اینا که انقلابی نیستن، نه خودشون ها انقلابی جا زدن، اینا زوب در ولایت هن. من هیچ مشکلی هم باش ندارم، اما اون کار رو با آقای خامنه ای نکنید که اون دسته اول با شاه کرد. الان در ایران هم اصلاح طلب هم تندرو دارن کاری با خامنه ای میکنن که اون دسته اول با شاه کرد. هر چی شاه کرد گفت درست، هیچ چالشی علیه شاه نبود. شاه هم بیچاره فکر میکرد خب همینه دیگه. اگه بخوام مقایسه کنم، ترامپ 4 سال پیش رای نیاورد، 4 سال در کانون خبرها و تحرک بود، بالاخره دوباره رئیس جمهور شد. یعنی انتظار میره که آقای جلیلی تحرک رو داشته باشه، و در واقع منظور شما اینه که جریان انقلابی برای رهبر باید ظرفیت سازی کنه، نه اینکه تماشا کنه که ایشون چی میگن بگن خب بله دیگه همین درست بود. دقیقاً. ببین خود رهبرم باور نمیکنی، خود رهبرم از دست همین جلیلی ها خسته است، برای اینکه میبینه اینا انقلابی نیستن، اینا به عنوان انقلابی میان، خب تو وضعیتی قرار میگیرن که کشور رو میبرن به جایی که ضد انقلاب هم نمیبره. بعد در رابطه با خودش هم متوجه میشه آقای خامنه ای آدم باهوشی، اینجا نشسته داره نگاه میکنه دیگه، میگه آقا من مگه میشه من هر کاری بکنم درست باشه؟ تجربه 3 سال آقای رئیسی هم هست دیگه، هر تصمیمی بگیرم هر حرفی بزنم درست باشه، که آقای جلیلی میگه درسته، که آقای فلانی میگه درسته، که فرقی بین جلیلی و پزشکیان هست. وقتی که با آقای خامنه ای میرسه تفاوت صفره، تفاوت صفره. من دارم میگم نه، وظیفه یه نیرو تو ایرانه که رهبری رو به چالش بکشه، یه نیروی دیگه هم میخواد ازش سوء استفاده کنه بکنه، ولی یه نیروی باید به چالش بکشه این جریان رو. ما نمیتونیم اینجوری بریم جلو. آقای خامنه ای خودش صدمه میبینه، نظام صدمه میبینه، کشور صدمه میبینه، مگه میشه یه آدم هر چی بکنه با هر چی بگه درست باشه؟ نمیشه که. حالا متاسفانه چون نیروهای وفادار به نظام این چالش رو نمیبرن جلو، چه اتفاق میفته؟ این چالش افتاده دست براندازا، براندازا دارن آقای خامنه ای رو چالش میکنن، ولی اون چالش، چالش تخریبه، چالش براندازیه، در حالی که اگر آقای جلیلی ها اگر این چالش رو میکردن دیگه رضا پهلوی نمیتونست این کار رو بکنه. الان در دست بله 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 آقای جلیلی آقای رضا پهلوی رو عملا چیز کرده، مشروع کرده که آقای خامنه ای رو به چالش بکشه، در حالی که این چالش باید خود آقای جلیلی میکرد، اما دوستان انقلابی میکردن، چون دوستای انقلابی نمیکنن، انقلاب هم که دنبال دشی قرون خودشه. این چالش کردن، این چالشگری که اصل برای یک پیشرفت کشور افتاده دست براندازای نظام، مشکل اینجاست. من دارم میگم آقای جلیلی، آقای فلانی، آقای حسن، آقای حسین، شما که خوب میگید ما انقلابی هستیم، چالش بکشید نظامو، مشخصا شخص آقای خامنه ای رو، نه کس دیگه ای رو، شخص آقای خامنه ای رو، که از اونجا میتونی سرریز کنی این چالش رو بعد یواش یواش. ولی هیچ کس داره چالش نمیکنه، بنابراین همه چی همونطور که میره جلو که میره دیگه. آقای خامنه ای هم میگه
مثل که همه چی درسته. شاه هم همینو فکر میکرد. وقتی که میگن خیابونای تهران شلوغ شده بود، شاه وقتی که جمعیت رو دید داشت سکته میکرد، میگفت آه مگه میشه اینا از خارج اومدن، اینا از خارج اومدن، مردم ایران عاشق منن. برای اینکه یه عده بهش گفته بودن که مردم ایران عاشقتن، دروغ بهش میگفتن. در داستان برجام آقای دکتر یادمه که ما خب به شدت مخالف بودیم، من با استناد به هر فرمایشه خود رهبری میگفتم که این اون چیزی نیست که ایشون میخواد. از مذاکرات عمان در جریانش بودم به خاطر کاری که داشتم و بعدش هم که خوب دنبال میکردم. ولی جالبه که خیلی از جریان انقلابی میگفتن نه اگر بد باشه خود آقا جلوشو میگیره. گفتم خب این که نمیشه که شما همه رو بندازی گردن رهبر، بعدش در کل سازی کنی که بتونه حرکت کنه. وقتی شما سکوت کنی خب تحمیل میشه دیگه. عملا تمام حرف من همینه. آقایون تو همون برجام فقط منتظر بودن که آقای خامنه‌ای جلو آقای ظریف رو بگیره. خودشون هم وقتی که میخواستن به چالش چیزی رو بکشن، ظریف و عراقچی رو به چالش میکشیدن، در حالی که باید آقای خامنه ای رو به چالش میکشیدن و آقای خامنه ای رو میبردن وسط، بهش میگفتن این مسیری که آقای ظریف داره انجام میده این مسیر درست نیست، تو گفتی من 9 تا خط قرمز دارم، آقای خامنه ای اینا رو دارن رد میکنن، برای چی حرف نمیزنی؟ آقای خامنه‌ای چرا ساکتی وقتی که خط قرمز تو رد میشه؟ اینو باید جلیلی ها میگفتن، باید نمیگفتن. میرفتن چی کار میکردن؟ میگفتن ظریف از خط قرمز ها رد شده، در حالی که باید میگفتن آقای خامنه‌ای نذارید، شما دارید میذارید این خط قرمز رد شد، نکنید این کار رو. یعنی چالش رو به طرف خامنه‌ای ببرن. ظریف کسی نبود که تو باید چالش به چالش بکشیش. یا کسان دیگه تو ایرانم الانم همینطور، الانم انقلابی ها تا تکون میخوری این نیروهای نمیدونم اصلاح طلب و اعتدالی رو به چالش میکشن. نه اونا اصلا ارزش چالش ندارن. آقای خامنه ای رو باید به چالش بکشی که چطور شد که یک دفعه از آقای رئیسی تو اومدی به پزشکیان کشور رو از پا برگردوندی روی سر. آخه چه دلیلی بود، چه لزومی داشت که ظرف 3 ماه اصلا در ایران یک ضد انقلاب شکل بگیره، یعنی یک انقلاب ضد انقلابی. واقعا هم یک انقلاب ضد انقلابی بود دیگه، تو از رئیسی ها بیای به پزشکیان ها، تو رئیس وزیر امور خارجه از امیر عبداللهیان بیاد به عراقچی. ما ببین ما عقل داریم، شعور داریم، ما فکر میکنیم، یه عده گاو گوسفند که نیستیم. آقا همه فکر ما وقتی که من اینو میگم آقای دکتر تو چه دلیلی داری میگی آقای پزشکیان آقای چیز آقای رئیسی رو من از روز اول گفتم ترورش کردم. من اعتقاد دارم اسرائیلیا ترور کردم با باکویا، ولی جمهوری اسلامی صداش در نیومد. حالا پشت اون صحنه چی بود من کار ندارم. همون ترور یه فرصتی ایجاد کرد برای جمهوری اسلامی که کشور را از پا روی سر بذاره، در حالی که درست عکس این باید میشد. یعنی باید یک نفر پیدا میکردن که 5 برابر رئیسی رادیکالتر و تندتر بود، برعکس باید میرفتن. ولی درست سال 80 درجه از اون بر رفت. الان چرا؟ برای اینکه این نیرویی که قراره این کار رو بکنه، همون انقلابی ها و طرفدارای انقلاب که خودشون اینا ذوب در ولایت نمیخوان قبول کنن که این مسیر اشتباه است، که باید آقای خامنه‌ای به رهبریش در این رابطه خاص چالش بشه. و چون نمی کنن این کار رو حتما میبازن و الانم باختن. الانم دیگه چیزی به نام انقلاب و ضد انقلاب نمونده، هر دوشون یکی هست. من نمیدونم فرق جلیلی با آقای پزشکیان چیه، مثلا نمیفهمم چیه. من یادمه توی همین چیز مبارزات رقابت های انتخاباتی مناظره ها، وقتی که آقای پزشکیان گفت آقا تو مخالف FATF هستی، من اگه جلیلی بودم گفتم نه فقط هستم، 100 برابرش هستم، برای اینکه این FATF فقط کارش اینه که راه برای دزدا و دغلا رو باز کنه. میدونی در جواب گفت نه اینجوری نیست،
90% FATF انجام شده، بقیه هم انجام میشه یواش یواش. گفتم عجب انقلابی این هست، ماشاءالله ماشاءالله چه انقلابیه این آقای جلیلی. من میخوام با آقای جلیلی بگم عزیز من، تو سر خودت داری کلا میذاری، تو انقلابی نیستی، تو زوب در ولایتی، دهن تو بستن، زیپی تو، اصلا نمیدونی انقلاب یعنی چی. تو نمیدونی اصلا تو ایران ما دیگه انقلابی نداریم. شما بگو یه نیرو من بگو یه نفر من بگو انقلابیه، من چالش میکنم شما رو عطا جان، و من بگو کی انقلابیه تو ایران. فقط یک نفر تو ایران فقط یک دونه انقلابی مونده، اونم هوشنگ امیراحمدیه. اصلا انقلابی نداریم، اونم خارج کشور متاسفانه. اصلا انقلابی نداریم تو ایران، همشون همین دنبال سرمایه‌داری کج و کوته. بله، جریان محافظه‌کاری غالبه. ببین مرد از محافظه‌کاری بدتره. ببین بعضی موقع تو محافظه‌کاری برای اینکه میخوای یک خطری ایجاد نشه، تو یک جای محافظه‌کاری یه فکر غلطی رو نگه میداری. محافظه‌کاری به معنای اینجا به نظر من نگه داشتن فکر اشتباه است. فکر اشتباه است. این که شما فکر کنی هرچی آقای خامنه ای بگه درسته، این خودش یه مشکله. خب آقای خامنه ای مثل شاه هم بهش مشتبه میشه، میگه آقا من که هر کاری که میکنم میگن درسته، خب پس درسته دیگه، پس درسته. ببین مشکل کجاست؟